سیک ها قرن ها در افغانستان زندگی کردند. امروز اما اقلیتی در حصار و حاشیه و گرفتار فقر و بی سرنوشتی اند. در کشوری مسلمان که گرفتار بی ثباتی و درگیر ناامنی است، قربانی حملات به خاطر دین و باوری متفاوت. در آتش ناامنی ها با آرزوهای برباد و در آستانه یک فراموشی تاریخی. وقتی عروسیش بود، وقت شیرین خوریش بود، وقت عروسیش بود، وقت زندگیش بود. من کوون خاموش هستم و به دیدار یکی از قدیمی ترین جوامع و مردمان دیرین افغانستان به این کشور آمدم. از جامعه ای که روزگاری به 250 هزار نفر می رسید، حالا از حدود 100 خانواده بیشتر نمانده. افغانستان حیثیت مادر ما را داره. ما اینجا پیدا شدیم، خاک ما هستند. همچون وضع این رقم باشه خود، در سال آینده کسی هیچ باقی نمانده. اقلیت بر سر یک دوراهی و دغدغه پایان یک تاریخ. اینجا شوربازار کابل است. از معدود محلات زندگی آخرین خانواده های سیک افغانستان. هیجان امروز برای گرامی داشت از بزرگترین روز در تقویم سیک هاست. روز ویساک، تجلیل از پیدایش دین سیک، زایش طبیعت و یادآوری از ایستادگی در برابر ظلم و ستم. اریندر سنگ آموزگار و از شخصیت های دینی سیک های کابل است. او بچه ها را برای مراسم امروز آماده کرده. امروز روز ویساک ماست، ویساک عید ماست. امروز ما بسیار خوشحال هستیم، بسیار خوشحال هستیم که امروز بسیار یک روز تجلیل میکنیم و خوشی و بسیار یک غما را بسیار دور نگاه میکنیم. آرزو و هدف مردمی که این روز جشن میگیرند چی است؟ اول در وطن ما باید آرامی بیاید، دیگر در مکمل دنیا، در ورد مکمل باید آرامی بیاید، قراری بیاید. سیک های افغانستان در 14 جنگ های ویرانگر طرف و علیه کسی نایستادند. اما در فضای پرهرج و مرج اخیر، این اقلیت قومی و مذهبی بیشتر از پیش احساس آسیب پذیری میکند. فیلحال بسیار نفرت وجود دارد در افغانستان، خاصتا در افغانستان. در این شرایطی که ما به حساب هستیم اینجا، ما تا حد امروز که روز ویساک ما تجلیل میکنیم، بازم در دل ما ترس هست. به خاطر ترسی چرا که مردم افغانستان ما رنج دیده است. به بزرگترین عبادتگاه اهل هنود و سیک در کابل آمدیم. سیک ها یکی یکی اینجا جمع می شوند، از گوشه و کنار کابل و از دوردست ها. پنج کودک نماد پنج رزمنده سیک هستند که 300 سال پیش به دست گروه گوبند سنگ از مرشدین دین سیک غسل تعمید گرفتند برای مبارزه علیه تبعیض و ستم مذهبی در هند. سیک ها در این سرزمین قرن ها زندگی کردند و ویساک را همه ساله جشن گرفتند، چه در زمان حضور ارتش شوروی، جنگ های داخلی و حتی در زمان طالبان. امسال اما حس سنگین اندوه و جای خالی رفتگان بر شادی و عظمت جشن ویساک چیره شده. این حال ببینی همه حالا بیار کردم، گفتم هیچ کس نمانده تو بود که اینجا جای نمی بود که کسی اینجا تیر شود. حالا ببین که هیچ کسی نیست، هیچ کس نیست، سیار مردم برد. تا اوایل دهه 70 خورشیدی تعداد سیک های افغانستان چیز حدود 250 هزار نفر تخمین زده شده بود. نقش سیک ها در رونق اقتصادی کشور چشمگیر بود. مراسم مذهبی سیک ها در بین هزاران نفر در خیابان ها در فضای باز جشن گرفته می شد و چند ناحیه در کابل پر از خانه های سیک های افغانستان بود. امروز اما شرایط به کلی فرق کرده. تنها از 100 خانواده بیشتر باقی نمانده، خانه ها یا فروخته شده یا غصب و حتی قدم ماندن در بیرون خطر بزرگ پنداشته می شود.
نریندر سنگ یگانه نماینده سیک های افغانستان در پارلمان این کشور است. زندگی او شب و روز زیر نظر محافظان مسلح. امی بلند منزلایی که اینجا میبینه برادر یک کلش سر جایداد های علی نود جور شده. یعنی یک کلش. فعلا این امی خانه هم هست. علی نود هست. این خانه. یک کلش از علی نود بوده. کوچا بسته. درون این بزرگترین عبادتگاه سیک ها در کابل، گوشه برای یاد بود از قربانیان حمله خونین انتحاری سال گذشته اختصاص یافته. رویدادی که کل جامعه سیک های افغانستان را به زانو در آورد. او یک سایی که میبینه نیکولا شما شهیدای یکی جولای 2018 یا هستن تمام شما او یا شهید شدن. شما در این حادثه بودین؟ در این حادثه خود ما همونجا بودم که ای برادر ما و ای همراه ما یک جای بودن که عرصه شان شهید شد صرف ما ماندون دهی. مهاجم انتحاری هیئت سیک های افغانستان که به دیدار رئیس جمهوری به شهر جلال آباد رفته بودند را هدف گرفت. داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت و به اشتباه از سیک ها به عنوان پیروان عقیده چند خدایی یاد کرد و گفت سزایشان همین بود. نریندر سنگ با بدن زخمی به بیمارستان منتقل شد و نجات یافت. بی خبر از عمق فاجعه. حمله جان 19 نفر را گرفت و رهبری سیک های افغانستان را به کلی نابود کرد. یکی از آنها اوتار سنگ خالصه نماینده و رهبر سیک های افغانستان بود. کسی که در تمام سالهای جنگ از حق سیک های این کشور دفاع کرد. او پدر نریندر سنگ بود. مردی بود که همیشه در جای که استاد میشد میگفت من سر ما وطنم قربان، سر ما ملتم قربان، با اهل نود و سیک افغانستان قربان. اما شد کنم سر خدا داد با تمام اهل نود و سیک. ولی برادر عرق ما شد در زیاد بود. بسیار درد زیاد بود. اما نریندر سنگ به رغم اتفاقی که برای پدرش افتاد و مصیبتی که دامنگیر جامعه اش شد مصمم به نظر می رسد. برای من بسیار آفر آمد که شما صرف پاسپورت تان بیارید ما برای شما پناه سیاسی می دهیم. مگر هیچ وقت ما افغانستان را نمی کنم. این وطن ما است، خاک ما است. او همیشه به این خاک خدمت خواهد کردم. من راه پدر خود را تعقیب می کنم و من بچه از او هستم، خون از او به جان ما است. ما به وطن تا کی حق قطره خون ما از خدمت میکنم. البته همه اعضای جامعه سیک افغانستان با نریندر سنگ موافق نیستند. در افغانستان مشکلات مردم سیک و هندو فقر و بیچارگی ناداری است که آخرین فامیلای مانده که اصلا به نان روز شب خود بسیار به مشکلات زندگی را سپری میکنه. کسایی که زندگی خوب داشتن افغانستان را ترک کردن و همشان در کشورهای خارج زندگی میکنه. به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی خیلی از سیک هایی که در افغانستان مانده اند در مجتمع های مذهبی زندگی میکنند. چرن سنگ یکی از آنهاست. ویلکم تو تمپل. Thank you. His guru har rai sab gurdwara shor bazar. Peshe har ek famil do otaq ast va da har famil ad aqal am kamtarinish 10 nafar ast. Yani da do otaq 10 nafar zindagi mekunan. Va kulli az yo misal 2 3 famil yak joy shoda chun az majburi joy nadaran mushkilat shon faravon ast da minja zindagi mekunan to roz shab khoda sapari kunan. Amma zindagi dar makan haye mazhabi barayshan سختی های خود را دارد. اگر از لحاظ مذهبی فکر کنیم در درمسال زندگی کردن بسیار گناه کلان است به مردم ما، چون در اینجا ما با هر فرد جامعه وقتی که ازدواج میکنه و مجبور است به خانم خود نزدیکی کنه، ولی در درمسال اجازه را برای ما کس نداده. همچون در هیچ عبادتگاه کسی جواز نمیده. طفل در درمسال پیدا شدن جوازش نیست، گناه است به ما مردم. امشب مردان سیک جمع شدند تا در مورد مسئله مهم تصمیم بگیرند، رفتن یا ماندن. برای خیلی هایشان ماندن یعنی زندگی در فقر و ترس، رفتن اما یعنی نقطه پایان گذاشتن به قرنها میراث و تاریخ و فرهنگ در افغانستان. شرایط اولی تو بود که اول تجار سردار بوده، در مارکت از سردار بود، تقریبا بسیار زیاد نفره بودن. او که شرایط زیق شده رفت، از دست مجبوریت مردم گریختن.
چورو چپاول، بد گفتن، تعرض کردن مذهبی. دلمند که 65 فامیل زندگی میکرد، سر دوا بسیار ظلم بود که زناشان چادری کنن، در بازار گشت و گذار کنن. اوا که به کنم مریض دوا در شفخانه میرفتن که به خون ضرورت میداشته باشن، اوا را میگه اسلام کافر خون دادن نمیتونه. افغانستان عزت مادر ما را داره، ما اینجا پیدا شدیم خاک ما هستن و هیچ بچه نمیخواد که از مادرشون جدا شه. وقتی که مادر وجود نداشته باشه، مادر وجود نداشته باشه، پس بچه چی کنه که در جای مادر باشه؟ شما آخرین خانواده هایی هستین که در افغانستان زندگی میکنین، فکر نمیکنین که با رفتن شما به حضور سیک ها و هندوها در افغانستان نقطه پایان گذاشته شوه؟ نه با چی کنم اینجا مردم که مجبوریت شده که کلگه میرن، مجبور هستن که برن. چرن سنگ میگوید راهی جز رفتن نمانده، اما خانواده‌اش دچار ماجرای بغرنجی شده که برای حل آن باید بمانند. او در یکی از نقاط مزدحم و از مناطقی که نسبتاً امن پنداشته میشد مغازه دارد، کمی دورتر از مغازه برادرش ارجیت سنگ. نزدیک به محلی که حادثه صورت گرفته نزدیکتر شده میریم. برادرش ارجیت سنگ دو ماه پیش در پایان یک روز کاری به خانه برنگشت، ناپدید شد. تنها چیزی که پیدا کردند خودروی خالیش بود. همه شواهد حاکی از ربوده شدن اوست. پشت این دکه ها کرکره مغازه او دیده می شود، نوشته شده مغازه ارجیت سنگ وطن دوست. چرن سنگ گفت ترجیح می دهد از ماشین پیاده نشویم تا جلب توجه نکند و مشکل پیش نیاید. حدود 4 سال می شه اینجا دکانداری می کرد و بسیار راضی بودیم از ساعه، از مردمش هیچ کدام مشکل نبود و بسیار برخورد نیک داشت با مردمم، با همسایه‌ام، با تمام مردمشان و همچنان با ارگان‌های امنیتیشان، همونا بسیار رابطه نیک داشتن و میامدن از این کدام شکایتش کدام مشکل نداشتن و بازم دیگه نمیفهم که چطوری یک به یک حادثه رخ داد. خانواده ارجیت سنگ میگوید پلیس گفته پیشرفتی در تحقیقات دیده نمیشود. در شوربازار چشم‌های مادر محزون چرن سنگ همچنان منتظر و خیره بدر است، ناامید و ناتوان. یک و نیم ماه میشه که بچه ما گم است، نه مرده دلک درکش است، نه زنده درکش است. این شب رو بر انتظارش دیم، گریان کده و کلارد کده، هیچ کدام درکش نیست. کسی نمیداند انگیزه ای ربوده شدن ارجیت سنگ چیست. روشن نیست که به خاطر دینش ربوده شده یا برای پولش. مرد پولداری نبود، اما برای خودش زندگی در پیش داشت. وقت عروسیش بود، وقت شیرینی خوریش بود، وقت عروسیش بود، وقت زندگیش بود، هر چیز برای خودم بود. میگم چطور دست خدا پیش کنم که بچه ما پیش کدام یکی باشه، او ما نان بخورم، چای بخورم، آب بخورم، میوه خوب بخورم. نه، دست ما پیش نمیشه. بیشتر شدن خشونت و تبعیض علیه اقلیت مذهبی سیک برای کسانی که در حوزه حقوق بشر کار میکنند مایوس کننده است. 40 سال قبل یا 45 سال قبل که ما طفل بودم و جوان بودم، ما هیچ چیزا رو نمیدیدیم. ما مثلا همین صنفی ما که در پانتون بود، او کتمی سندور که در پیشانی خود میزدن میرفتن در معبد، میامد در صنف هیچ کس عکس العمل نشان نمیداد. یکی از مشکلات بسیار عمده ناامنی است، به خاطر از اینکه هر کس از این شرایطی که ناامن است استفاده میکنه و گروپ آسیب پذیره که همین اقلیت ها باشه، از اینا سو استفاده مالی و هر چیز دیگه که ممکن باشه میکنه. مسئله دوم خواماندار یک تعداد که از دین و مذهب سو استفاده میکنه و یه بیچاره رو تحقیر و توهین میکنه یا مجبور میکنن یا اختار میتن که مسلمان شوین، که خودش ناامنی از اونا رو، امنیت شخصی اون مردم رو بیشتر آسیب پذیر می‌سازه. دولت افغانستان چقدر انگیزه داره به نظر شما تا این که شکایتشان رو بشن از حقوقشان دفاع کنن؟ حمایت و انکشاف حقوق بشر وظیفه بدون قید و شرط دولت هاست. یعنی هیچ دلیل شده نمیتونه که ما بگوییم ما در جنگ هستیم. اما نسل جدید سیک‌های افغانستان زندگی و راه خودشان را دارند. امروز هم روز دیگر است برای مکتب و مدرسه. نام خود چی است؟ نام خود چیست؟ جگمیت. امروز درس دری را میخوانیم، ریاضی، انگلیسی، پشتو، ساینس، مذهبی را میخوانیم. میخوایی در آینده چی کارا شوی؟ در آینده معلم شوی. خود میخوایی چی کارا شوی در آینده؟ دکتر.
چرا دکتر؟ کسی که نجور باشه و دوا بتم که جور شد. در افغانستان تنها یک مکتب دولتی برای سیک ها اختصاص یافته. به عنوان اقلیت غیر مسلمان، خانواده های سیک نمی خواهند کودکانشان در مکاتب عادی درس بخوانند که در آن تنها درس های مذهبی دین اسلام تدریس می شود. ارندر سینگ آموزگار و معاون مکتب است. درس می خوانند، درس هایشون به حساب مضمون های چیزی که در معارف هست در سبت افغانستان درس داده میشه، برشون مکمل است. یک قرآن شریف، به تایم قرآن شریف خود ما درس میتونم، مذهبی با ادامه گروه گرند سه مارش کل درس هایش از اون خود ما میتونم برشون درس. پیش چشمان او در دو سال گذشته تعداد دانش آموزان نصف شده و به 30 نفر کاهش یافته. دلیلش هم وخامت وضعیت امنیتی و ترس. اون یک نفر با اضافه کرده ما اینجا که به حساب این یک چوکی دارد به حساب در مکتب ما اینا میرن باز اگر کدام مشکل می باشه اینا میرن خودشان میره قطع خود چندین بار ایتو شده هزار بار ایتو شده که اشتگاه ما را زدن قطع سنگ میزنن یا پیسایشان رو میگیره با زور میگیره پیشان جیبایشان رو تلاشی میکنه کتابایشان رو میبره هزار بار ایگه با شده. دانش آموزان زیادی در سالهای پسین مدرسه را ترک کردند، مثل این کلاس که در آن تنها یک دانش آموز مانده. این مکتب یا مدرسه بسیار کوچک است، اما دولت افغانستان وعده سپرده که حتی اگر یک دانش آموز سیک یا هندو هم باقی مانه این مکتب و استادایش حفظ خواهد کرد. پدرهایشان صدها سال اینجا زندگی کرده، در اقتصاد مملکت رول داشتند، حتی با وزارت ها رسیدند، رئیس بانک بودند و بسیار برای آبادی کشور خدمت کردند، رول عمده داشتن برای اقتصاد کشور، برای پیشرفت اقتصاد کشور. مدیر مکتب مسلمان است و در سالهای مهاجرت کودکان مهاجر افغان را در ایران درس میداد. حالا اما کودکان سیک را در کشور خودشان درس میدهد. مزه تبعیض و لذتش چشیدیم که چی هست. بنابراین آمدم اینجا و تلاش کردیم برایشان که دلسوزی داشته باشم، بچه‌هاشون درس بخونن. هموطنهای ماستن، اینا هم باید از مثل قبل فرزندهایشان انجینیر شوه، دکتر شوه، در اقتصاد رول داشته باشه، تجارای خوب باشن، چون استعداد یکه پدارن اینا. اما در کشوری که رسماً اسلامی است، خیلی از سیک ها میگویند با آنها مثل شهروندان درجه 2 برخورد می شود. این وزارت قدرتمند حج و اوقاف افغانستان است. یکی از مسئولیت‌هایش این است که مطمئن شود اقلیت‌های این کشور می‌توانند در فضای امن رسوم مذهبی و دینی خود را به جا بیاورند. مقام‌های این وزارت می‌گویند مشکلات سیک‌های افغانستان به خاطر عقایدشان نیست. در این عصر و زمان تا جایی که برداشت من از سیک و در متن اجتماع قرار دارم فکر نمی‌کنم که چنین برخوردهایی بوده باشد که باعث آزار و اذیتی از اونها بشه و باعث ای بوده باشه که ما بگوییم که اونها نسبت به دیگرها آسیب پذیر هستن. این زمانی بوده میتواند که چنین کاری انگیزه دینی میداشت که قطعا چنین چیزی نیست. خب گفته میتونیم که در موارد خورد ریزه، در موارد انگشت شماری هم شاید نسبت پایین بودن فرهنگ شهر نشینی شاید باعث یکم گپای خلاف میل و خلاف توقعی اهل هنود صورت بگیره که او تنها اهل هنود نیستن. دیدگاه شخص خود شما در مورد سیک ها و هندوها چی است؟ از دید اسلام این دین دینی بر حق نیست. دین مبین اسلام در رابطه با اقلیت های مذهبی حقوقشان را واضح کرده است و در چوکات تعلیمات دین اینا حق زندگی را دارن، حقی بهرمند شدن از او چیزهایی را که دین مبین اسلام برشان داده است دارن. سیک های افغانستان تنها گروهی از اقلیت های مذهبی نیستند که این کشور را ترک میکنند. من به هرات، غربی ترین شهر افغانستان آمدم، جایی که روزگار سیک های زیادی در آن زندگی شکوفایی داشتند. هرات همچنین مرکز یکی از تمدن های یهودی در افغانستان بود، با جلال و تاریخ 1500 ساله. تا اواخر دهه 50 خورشیدی که آخرین یهودی ها اینجا را به قصد اسرائیل ترک کردند. کنیسه یوها به عنوان میراث تاریخی کسانی که نسلها اینجا عبادت کردند به خوبی حفظ شده. محمد نادر دوران جوانیش که زندگی در همسایگی یهودی ها بود را خوب به یاد می آورد. همین 60 سال پیش.
هم رفتن از ایران ما نفهمیدن که چی وقت رفتن. این دیوار دیدین که رفتن. این دیوار زیاد بود. این هم جمعوری شده بود. معتراض وار شده مثلا. اما اینا ندیدن رفتن اینا. دوستایی داشتین از مردم یهود؟ کسی براتون می آید؟ یک دوستی داشتیم با نام عزیز. نام عزیز بود. انا میرسیم گاه خود نکنیم اونجا گاه. حتی تایر می بردم. میمونم میکردیم. میمونم میکردیم. شما وقتی عزیز از هرات رفت دیگه کدش رابطه نداشتین؟ گپ نزدین دیگه؟ نه دیگه ندیدیم بود دیگه. خدا دنوی زنده باشه بچه های اگه باشه. او خود خود زنده نیه دیگه آله بابا. دلتان تنگ نشده برای عزیز؟ چرا نشده؟ یکی از چهار کنیسه هرات تبدیل به یک مسجد شده و در آن حالا عقیده دیگری در حال تسخیر قلب نسل جدید است. اما گذشته این بنا به رسمیت شناخته می شود و مسلمانان از احترام به آن تاقچه توراتش را دست نخورده نگه داشتند. چه فکر میکنید در مورد این که مثلا یک مکانی که یک وقتی یک کنیسه بوده حال تبدیل به یک مسجد شده؟ مشکل ندارد اگه کلیسه بوده قبلا اونا عبادت میکنن، حال ما میراب جور کردیم اضافت انوراد میکنیم ما عبادت میکنیم، مشکل ندارد. اونا هم طبق مذهب خود هم خدای خود میپرسند، ما هم خدای خود عبادت میکنیم. مکان مکان عبادت هست، هیچ فرق نمی کنه. باید خیلی نظافت ندارم، کلا نمیتونه یک تکه تیار میکنم. زیر کنیسه مقوه یا محل غسل، جایی که یهودی ها برای تطهیر یا شستشو استفاده میکنند، خراب نشده. ما یاد نمیدیم که چی رقم بوده. پدرها بزرگان ما قسم میکنن میگن ما اصلا با هم زندگی میکردیم، هیچ احساس نمیکردیم که مثلا کافره یا ما مسلمانیم. در کابل پایتخت اقلیت زندگی میکند به تنهایی یک نفر. هجرت جزء تاریخ یهودیت است. امشب هم شب پس است، شبی که یهودی ها هر سال به یاد آزادی از اسارت حاکمان مصر باستان و شکلگیری ملت به رهبری موسی پیامبر جشن میگیرند. زبونان سمنتوف تنها یهودی افغان است که این مناسبت را در کابل جشن میگیرد. خانوادهش 5 دهه پیش از افغانستان به اسرائیل مهاجرت کرد. زبولان اما با وجودی که در زمان طالبان بازداشت شد، کتک خورد و کاروبارش را از دست داد، تصمیم گرفت بماند. این که میبینید دور این میز قدر کسی نیست و این دور میز خالیست به شما؟ من فهم مثل تلوی واسه مثل فامیل خواهده همیت احساس میکنم، همیت میز همیت جندام. من خیلی دوستای برادر مسلمان دارم، بسیار دوستای دارم و یه چیز همه مثل برادر برابر بوده بخدا. شما خودتان به عنوان یک اقلیت مذهبی مورد تبعیض قرار گرفتین؟ کسی تبعیض کرده نمیتونه. من به سر جور رسم. من سر خود تیر رسم. در آینده فکر میکنین یهودی در افغانستان بمانه؟ در آینده اگر آرومیشه یهودی ها میان. در محله سیک های کابل پس از یک سال سوگواری برای قربانیان حادثه جلال آباد فعلا دلیل برای شادی پیدا شده. امروز خانواده برای جشن عروسی از شهر جلال آباد به کابل می آید و عروس هم خواهرزاده نریندر سنگ عضو مجلس نمایندگان افغانستان است. مراسم عروسی را اریندر سنگ به جا می آورد. من بسیار خوشحال و هیجان زده هستم که به همچین محفل دعوت شدیم. اولین بار است که میبینم دخترها و بچه های افغان زیر یک سقف اینجا در کابل میرقصن و جشن را کنار هم تجلیل میکنن. این عروسی امروز تنها به معنی پیوند دو نفر نیست. این مراسم برای برخی از این خانواده ها روزنه امید برای روزهای بهتر و خوشبین بودن به آینده سیک ها در این کشور است. خدا کنه که در افغانستان از همه که در صلح بیا که تمام اهل و نود سکه افغانستان پس با افغانستان برگشتن و تجارت و کسب و کار خدا و ایتو مراسم خوشی که ما امروز تجلیل کردیم ای باید زیادتر شو و اونقدر که زیاد میشه اونقدر بزن ما امرای زیاد میشه اونقدر قلب ما امرای آرامش پیدا میکنه. اما اریندر سنگ زیاد خوشبین نیست. فکر نمیکنم کسب بمونه به خاطر چی که یک شیشه که بشکنه و بعض دیگه جور شدن بسیار سخت است و این مردم هم که ماندن از خاطر مجبوری خود ماندن. شاید اگر همچون وضع این رقم باشه خود
در سال آینده کس هیچ باقی نمانه. جگمون سنگ شروع کرد جبی سر جگمون سنگ. شادی زود گذر بود. چند روز پس از مراسم خبر بدی آمده، برادر ربوده شده چرند سنگ پیدا شده، اما در حیات جسد بی جان با زخم های از یک شکنجه تکان دهنده. پلیس میگوید دو نفر را بازداشت کرده، اما این مرهم بر زخم خانواده های سوگوار سیک افغانستان نیست. آسایش و ثبات برایشان از هر زمان دست نیافتنی تر می نماید و در سایه تیره غم های ناتمام ماندن سخت‌تر و رفتن آسان‌تر می شود.